دوستان ببینن این کتاب جامع الاحادیث آقای سیوطی هست از عمر ابن الخطاب. ببینیم آیا این کارشناس بگه این با عقل می سازد یا نمی سازد. آقای عمر ابن الخطاب میگه یا لیتنی کنت کبش اهلی، ای کاش من گوسفند خانوادم بودم، اینها سمنونی ما بدا لهم، هر کی میتونستن من چاقم میکردن، یعنی جو میدادن چه کار میکردن چاق میشدم. حتی کنتو برای شما عرض کنم اصمن چاق میشدم، تا اینکه بعضی مهمانهای عزیزی که میامدن سر من میبریدن، بعضی از قسمت گوشتم را کباب برگ درست میکردن، بعضی هم آبگوش درست میکردن. این عبارتیست که جناب عمر دارد اظهار میکنه و آرزو. ثم اکلونی، این مهمانها من میخوردن، فاخرجونی عذرتن، به صورت نجاست من از ما تحت این مهمان ها می آمدن بیرون. آقای کارشناس به ما بفرمایید آیا این عقلیست؟ از کی؟ از خلیفه؟ آیا عقلی این؟ اینها چرا آمده تو کتاب های شما؟ کجا؟ جامع الاحادیث آقای سیوطی جلد 13 صفحه 312، حلیت الاولیاء آقای ابن ابو نعیم اصفهانی از کتاب های معتبر شما جلد اول صفحه 52، از زهد آقای ابن سره جلد اول صفحه 278، کنز الامال متقی هندی جلد 12 صفحه 277. خب این مطالبی است که از جناب خلیفه دوم این آقایان نقل کردن. آیا اینها برای شما عرض کنم خلاف عقل یا خلاف عقل نیست؟ اگر دنبال این هستید که مطالب خلاف عقل رو بگیرید، برای شما عرض کنم اینها را بگیرید. من باز از عزیزان اهل سنت پوزش می طلبم. حدیث دوم در کجاست؟ مصنف ابن ابی شیبه، استاد بخاری، متوفای 235 یا 36 هجریه، از قول ابوبکر صدیق. حدیثش به قول میگه که دید که یک پرنده در بالای درخت است، که کاش من پرنده بودم و خلاصه میمردم، میدونم حساب کتاب نداشتم. تا اینجا میگه والله، این عبارت از ابوبکر نقل شده، به خدا سوگند دوست داشتم، انی کنت شجرتن الى جانب طریق، ای کاش من یک درختی گیاهی در کنار جاده بودم، راهی بودم، مر علی جملون، یه شتر می آمد، فاخذنی، این منم میگرفت، فادخلنی فاه، داخل دهنش میکرد، فلاکنی، منم میجوام، ثم دردنی، منو به هضم میکرد، ثم اخرجنی بعرن ولم اکن بشرا، من ابوبکر به صورت پشکل از ما تحت این شتر در میامدم ولی بشر نبودم. آقای کارشناس محترم، آیا اینها تو کتابهای شما هست؟ و سندم داره، اگر این آقا با 1300 سال فاصله، این آقا از ابو معاویه ان جویبر ان ضحاک نقل میکنه، مصنف ابن ابی شیبه جلد 7 صفحه 91، زهد ابن سره جلد اول صفحه 258، شعب الایمان آقای برای شما عرض کنم بیهقی جلد اول صفحه 485، سراج الملوک آقای برای شما عرض کنم فهری ترتوشی متوفای 520 جلد اول صفحه 485، تاریخ دمشق، ده ها کتاب این قضایا را از جناب خلیفه اول خلیفه دوم نقل کردن. خب اگر اینها میره دو آنتن از شما کسی سوال کنه اصلا این عاقلانه هست این کار؟ عقل سلیم این رو میپذیره؟ کسی هم که پاورقی هم که نزده، یک انسان اون هم خلیفه رهبر جامعه میگه ای کاش نمیدونم من میخوردن و به صورت نجاست از ما تحتشون در میامدم بیرون، بذار پشکل در میامدم، حسابای آدم عاقل همچه چیزی، اون وقت همچه چیزی را ما در کتابهای معتبر روایی نقل میکردن.